برنامه را با چند خبر کوتاه پی میگیریم. دفتر مرجع عالی‌قدر آیت الله لزماسه صادق شیرازی با صدور اطلاعیه‌ای میزان زکات فطره ماه مبارک رمضان امسال 1445 هجری بر اساس نظر معظم الله را اعلام نمود. در بخشی از این اعلامیه آمده میزان فطریه گرچه قوت قالب برنج بوده کافی 3 کیلو گندم یا نان و یا قیمت آنها باشد که معادل 20 هزار تومان برای شهرستان‌ها و 28 هزار تومان برای تهران است. میزان کفاره افطار غیر عمد برای هر روز 750 گرم طعام مثل نان می باشد که مبلغ آن معادل 5 هزار تومان برای شهرستان‌ها و 7 هزار تومان برای تهران می باشد. میزان کفاره افطار عمد برای هر روز اطعام 60 فقیر که هر کدام 750 گرم طعام مانند نان معادل 300 هزار تومان برای شهرستان‌ها و 420 هزار تومان برای تهران می باشد. ضمناً سایر مقلدین معظم الله در سراسر جهان می توانند طبق گفته های فوق زکات فطره و کفاره خود را به قیمت شهر و منطقه خود محاسبه نمایند. مؤسسه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از مراکز مرتبط با دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در شهر مقدس کربلا به فعالیت‌های خیریه خود در ماه مبارک رمضان 1445 ادامه می‌دهد. در این چارچوب شعبه این مؤسسه در شهر مقدس قم اقدام به توزیع صدها بسته معیشتی و پک افطاری در میان خانواده‌های ایتام و نیازمند این شهر کرد. اقدام مذکور به مناسبت شب‌های قدر و ایام شهادت امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام و در عمل به رهنمودها و توصیه‌های آیت الله العظمی شیرازی مبنی بر حمایت از خانواده‌های ایتام، نیازمند و کم برخوردار صورت گرفت. به گزارش رسانه‌ها اولین انتخابات مجلس کویت با زعامت امیر جدید این کشور پنجشنبه 25 ماه رمضان مصادف با 16 فروردین در سراسر کویت برپا گردید. شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح امیر کویت که دسامبر 2023 پس از درگذشت شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح جانشین او شد از کویتی ها خواست که در انتخابات شرکت کنند و از میان 200 کاندیدا 50 عضو مجلس ملی این کشور را برگزیدند. بر پایه گزارشات کمیسیون انتخابات کویت 834733 نفر واجد رأی دادند. در این امیرنشین حاشیه خلیج فارس هستند. 13 زن در میان نامزدهای انتخابات حضور دارند که این آمار از سال 1975 تا کنون پایین ترین حضور زنان در انتخابات را نشان می دهد. در ماه فوریه گذشته به دلیل تنش میان مجلس و دولت کویت و آنچه امیر کویت آن را نقض قانون اساسی این امیرنشین خوانده مجلس ملی را منحل اعلام کرد. با توجه به بافت جمعیتی قابل توجه شیعیان در این امیرنشین همواره تعدادی از کرسی‌ها به شیعیان تعلق می‌گیرد. لازم به ذکر است که تنها 8 نماینده شیعه به دور تازه مجلس کویت راه یافتند.